بسم الله الرحمن الرحیم سلام ادب احترام تصدیر ارز میکنم با زلزله اخیر در خوی و در ترکیه بالاخره ما انسانی و امیران مومی فرماد یا مخلوقات خدا در یا برادر دینی شما هستند یا در خلقت با شما یک سالن این درد آور ببینید مردم تو این سرما تو این سرما زن و بچه شون واقعا متاثر میشه منطقه زلزله اومده من با خود واقع زلزله خب عرض کردم تسلیه درز میکنم برداشت غلط خود اینکه صورت نگید اما خیلی این زلزله واقعا عجیب غریبی بود از این جهت که خیلی اثرات سیاسی داره اینا من خواستم اینو عرض میکنم ببینید برآورد ما در واقع این بود که یعنی برآورد دشمن این بود ما هم روی تحلیل که روی عملکرد دشمن داشتیم اینکه ما باید درگیر طالبان میشدیم در شرق تو امان این اتفاقات داخلی می افتاد که تو سه ماه گذشته افتاد به هر بهانی حالا چه خانم امینی یا هر چیز دیگه خاطرتون باشه این انقلاب زنانه قبل از خانم امینی در جریان آبادان فروپاشی متروپول یه ساختمانی ریخت بعد یه هایی سلبیتی ها هشتک زمین بگذار رو شد ربط اون ساختمون داشت علم کردن و بعد جریان میتو که باز روی جنبش زنانه رو بود خب اون موقع نگرفت با فاصله در واقع این اتفاق افتاد من توی سخنرانی جوکر 2022 حتما فرصت کردید اون نگاه بکنید اینو باز کردم که اتفاق چه جنگ تمدنی در پیش انتقال قدرت در حال وقوعه دنیا دنیا رو به آرامش نیست دیگه جنگ های زیادی رو خواهد داد و متاسفانه ما خواهیم دید خیلی هم دور نیست در دنیا امریکا در حال افول غرب در حال افول کشورهایی در حال قدرتمند شدن این سرشاخ شدن دیگه اونا دوست ندارن این سر تحویل بدن اینا میخوان تحویل بگیرن و غربی ها پیش دستی کردن قبل اینکه کار دستشون در بره میخوان بتونن مدیریت بکنن راجع این مفصل صحبت کردیم که آمریکا از خداشه گوتو بگم یه دقیقه که آمریکا از خداشه که اروپا تضعیف بشه روسیه درگیر اروپا تضعیف بشه چین قیمت انرژی بالا تضعیف بشه و کشورهایی که خدمت شما عرض بکنم این کمربند معروف جاده ابریشمو میخوان محقق کنن وان رود وان بلت اونا هم همه درگیر مغولستان بنگلادش ایران پاکستان همه درگیر باشن که عملا این کنترل بشه این قدرت گرفتن چین و درگیری شروع شده از زدن بالون چینی ها توسط آمریکایی‌ها و کوریخونی چینیا چینی ها و ببین میخوام بگم دنیا یه همچین دنیایه حالا برنامه که ریخته بودن این بود تو امانی که ما تو شرق درگیر میشیم و اتفاقاتی در داخل میفته دیگه تمرکز امنیتی رو ایران دست میده خب کومولا هم که آماده اخیرا فیلمی هم اومده بیرون که رسما اعضای نظامی کوموله اعلام میکنن که تو شلوغی های اخیر تهران و ایران حضور فیزیکی داشتن طرف اونجا باش مصاحبه شده در اقلیم اقلیم کردستان که رسما طرف داره میگه که بله ما اونجا جزء لیدرها بودم شعار میدادم این کار میکردم اون کار میکردم شناسایی شدم فرقم دور برگشتم خب تو این درگیری اصل مسئله کجا بود اصل مسئله آذربایجان که چه اتفاقی میافتاد جمهور آذربایجان این اعلام علیه فکر تا مثلا چند روز شما دیدید مثلا دنبال آی رئیسی میدویدین بچه ها یه ای اینجوری توهم زده این به خاطر از بالا بهش گفتن یعنی انگلیس و اسرائیل پشتشن اینا بیان چیکار بکنن اینها بیان مرز ما با ارمنستان رو قطع بکنن و به بهانه درگیری ولو درگیری سطحی هم باشه زمینه حضور ناتو رو تو منطقه فراهم کنن عملا قفقاز بسته بشه و روسیه دور تا دورش گرفته بشه این حوزه نفوذ سنتی سه تا مجموعه بوده ایران از همه قدیمیتر. قفقاز مال ایران بوده تا اوستی های جنوبی اصلا فارسی حرف می زدن. خب هنوزم شما تو های جنوبی برید پر از کلمات فارسی شهرهایی که اسم دربند و همون منطقه بوده که صدی بوده که کوروش می سازه. بعدش شاپورم هم، ساسانی همونو تجدیدش می کنه برای که اقوام خدمت شما عرض بکنم بدوی که و بیابان بیابان صحراگردی که حالا دور از تمدن که اونجا حمله میکردن چلوشون گرفته بشه خب منطقه منطقه حضور ایران بوده 2500 ساله بعدش روس ها و عثمانی ها این سه تا در واقع درگیری وجود داشت خب سالها ها روس ها به عنوان یک جامعه مسیحی در مقابل جامعه مسلمان یعنی چه ایران چه عثمانی خب ما رو دشمن میدیدن خب بخشی از ارامنه رو کوچاندن جابجا جا کردن کاره از این شکل کردن الان اما انگلیس و اسرائیل به نتیجه رسن با این تمدن تورانی که بخوان بیارن بالا خب میتونن جلوی ایران و روسیه رو بگیرن یعنی چیکار باید بکنن اینا میخوان بتونن یک منطقی درست کنن که بتونن انرژی رو از باکو خط مرفو باکو سیهان که وجود داره بتونن انتقال بدن به رژیم سیهانیستی از اون سند راه ما رو به اروپا ببندن دور روسیه رو هم بگیرن همونجه در اوکراین الان حضور بین اصلا جنگ روسیه اوکراین نیست جنگ روسیه و ناتوه در اوکراینه کسانی که در آنجا کشته میشن الزاما اوکراینی نیستن نیروهای ناتو هم با یونیفرم اوکراین اینو دقت کنید و مستحضر باشید سلاح‌ها سلاح‌های اروپاییه تمام کشورهای اروپایی الان اخبارش دارن میشنوید. دارن میگن که آقا ما بعضی از اسلحه خانم خالی شده اینقدر ارسال کردیم به اوکراین اون میخواد جان روسیه رو بگیره جون اروپا رو بگیره که آمریکا خودش ابر قدرت یعنی آمریکا داره رو دست همین رو بازی میکنه و بارها عرض کردم این کشور و سران کشور و واقعا احمقانه دارن اینجا عمل میکنن خائنانه دارن عمل میکنن خب قصه اما عثمانی چیه و این دالان تورانی بگیم بهتره اینها میخوان از قزاقستان تا ترکیه رو عملا یک هویت ترکی تاریخی بهش بدن که به حدی در این مسائل اینها تحریف تاریخی انجام دادن که بعید میدونم در کل تاریخ بشر ما همچین چیزی رو سابقه داشته باشه یعنی یه نفر ذری زبان شناسی بدونه تاریخ خونده باشه نمیدونم یعنی به واسه تمدنی پیگیری کرده باشه اصلا با یه فاجعه ای یعنی انقدر وقیهانه دارن این کارو انجام میدن خب اینجا یه مشکلی وجود داره اونم مرز ایران با ارمنستان من برآوردم این بود با اتفاقی که توی چیز افتاد و خدمت شما سفارت جمهوری آذربایجان افتاد این تا یکی دو ماه دیگه یعنی جمهوری آذربایجان حمله میکرد و اون جنوب ارمنستانو جدا میکرد تو ارمنستان هم دقت بفرمایید همزمان یه آدم ضد روس آوردن سر کار و امریکایی پاشینیان که یه آدمی که دست دهنده خوبی داره دیگه میگه آقا رسما بیام این تیک از مرز بدیم راحت بشیم مثل بندگون خدایی که گفتن بحرین دختر خودمون بود شوهرش دادیم راحت شدیم ها از این کارو بعد نفت میگفتن یه ماده افن متعفن بدبوه به چه درد میخوره بدیمش بریم به خارجی ها عوضش مثلا چه میدونم یه سفر فرنگ بریم و بعض از اینش پادشاه نالایق قاجار بودن یه همچین اتفاق و نقش آفرینی اصلی با ترکیه بود ترکیه تو جنگ ارمنستان با جمهور آذربایجان نقش کلیدی داشت پهباد میداد سلاح میداد در حتی اوکراین هم همینطوره یعنی جنگ اوکراین هم باز در مقابل روسیه خورد در واقع ایستاده بود از این سمت ببینید چه اتفاقاتی در واقع داشت شکل می گرف. خط مسیری هم درست کرده بود از تکفیری ها ببینید ما یه استان جنوب تو مرز با سوریه جنوب ترکیه داریم اسم هاتای که اسم اسکندرون اسم این این هم مال سوریه بوده ترکیه یا سالها پیش گرفتن خب یعنی از اون موارد مورد مناقشه است بعد شمال سوریه میشه استان ادلب توی سوریه هر جا این آزادسازی از تکفیری ها میخواست صورت بگیره یه بخشیش هم فشار ایران بود ایران رو با خانواده هاشون جا زندگی میکردن دیگه روس ها و سوری ها خیلی براشون مهم نبود میگفتن بمباران کنیم بره ایران اجازه نمیداد حتی تو ماجرا ادلب دیگه عملا مداخله نکرد مثلا نوبل از زهرار که ما خواستیم تصرف کنیم یه بخش تکفیری بودن آقا پیگیری میشد سازمان ملل میومد وسط این طرف اون طرف کمیته صلح و چی و چه اینا اتوبوس میفرستادن اینا سوار خانم با خانواده‌شون سوار اتوبوس میشدن میرفتن تو ادلب آرام آرام سوریه تخلیه شد از این نیروی تکفیری همه رفتن تو ادلب همه یعنی اونجا ما چگالی حضور تکفیری ها در ادلب خدمت شما عرض کنم بعید میدونم جای دیگه دنیای انقدر اینا با خانواده‌شون حضور داشته باشن از مرز زمینی که دیگه دست دولت سوریه نبود رسما راحت ترکیه یا می اومدن می رفتن و فلان اولین انگار ادلب مال ترکیه بود اردوغان هم که تمام قد از این گروه تکفیری داعش همه گروه های معارض سوری حمایت می کرد خود اونجا حضور گسترده داشتن این زلزله دقیقا همونجا اومده دقت بفرمایید یعنی همون جا آمد یعنی اگر صد هزار تا چه میدونم ده هزار تا سورتی پرواز میخواست اونجا صورت بگیره که این تکفیری ها رو چیز بکنه اینا به خواب شبشون هم نمیدیدن و عجیب الان مفتی بزرگشون یه حرف عجیب غریب زده که آقا اینا نمیدونم به خاطر گناهان کفار سوری بود و نمیدونم فلان و این حرفا یه مزخرفات اینجوری هم سر کرده نمونه داخلی هم داشت سر ماجرای زلزله کرمانشاه یک نفر گفته بود که به خاطر خدمت شما گناهان مردم بوده این زلزل اومده که نماینده اهل سنت فیلم کنم پاوه بود کجا بود واکنش نشون داد تو مجلس این چم سرچ بفرمایید میاد که این چه که این آقا زده اخیرا اون حرفای عجیب غریب زیادی میزنه ایشون خب این آدم ایرانی داخلیه یعنی خودش اهل سنت مون تا به اهل سنت بعد بعدا هم گفتن اونم تکذیب کردن چی شد چی شد حالا خلاصه میخوام قصه های داشت حالا چی شده ترکیه شدیدا اونجا درگیره احتمال حضور ناتو تو اونجا میره به حدی حد که الان برخی نظرشون رو اینه که مثلا این بوده حالا زلزل یعنی چی؟ به این بحث هارپ اشاره میکنن این هارپ هم به خدمتون عرض بکنم تقریبا من میتونم بگم شاید مثلا سخنی سال 89 بنده رو جو هارپ شنیده باشید شما خب من خودم بالای 10-12 ساله به این دارم روش داریم کار میکنیم آیا همش چیزی وجود دارد بله قطعا وجود دارد میشه کارهایی کرد بله قطعا میشود کرد اون تو هنوز محل مناقشه است خب اینکه آیا مثلا پدیده های آب و هوای اثر دارد ندارد میتونه کاری بشه مثلا یه جا بارون بباره یه جا ابرا تجمع پیدا بکنه رد و بغچه چه, چه، تا زلزله خب اینا امواجیه که به یونوسفر تابانده میشه بعد اون ملتهب میشه دوباره باستاب داده میشه به زمین ببینید این الان محل مناقشه است مجموعه مثلا دو تا پروفسور کار کردن کتاب نوشتن و تایید کامل کردن یه گروه معارضی داره مثلا کیه یکیش معا... معاون هارپ میگه نه این درست نیست خب معلومه تو میگی درست نیست در آلاسکای امریکا هست. و خلاصه میخوام بگم این محل مناقشه است من قضاوت هم نمی کنم حالا این هست یا نیست که این اتفاق تو اون منطقه موجب حضور چی میشه این قصه هایتی که تو زلزله هایتی آمریکا نیرو نظامی پیاده کردن خب ناتو بیا تو منطقه سوریه خب چون اونا نگران سوریان اینا میخواستن سوریه این تجزیه کنن نتونستن دنبال بهانه‌ای برای حضور میگردن بتونن اونجا همین الان امریکایی‌ها گفته هرچه سریعتر باید به نیروی تکفیری کمک کنیم قصه ترکی چون کشوری که سر صاحبدار بوده سوریه درگیر جنگ بوده الان باز کمک ها خیلی بهتره اما تو سوریه واقعا اینجوری نیست کمون که دولت سوریه هم تو منطقه ادلب نمیتونه حضور پیدا کنه همین این تکفیریان اینا خب چی شدن بعضی از شهرها 100 درصد تخریب شده بین 50 تا 100 درصد تخریب شده خب یعنی یک فاجعه اونجا رخ داده عجیب بوده خلاصه میخوام میگم این زلزله تو منطقه رخ داده که اثرات سنگین سیاسی داشته و بعید نیست یعنی این برنامه که رو میخواستن یک دو ماه دیگه انجام بدن در حمله به ارمنستان همه این چیزها رو به هم ریخت زلزله خب یا اگه باشه خیلی سطحی تر خلاصه اینکه دشمنی با ایران رو رژیم باکو بیشتر خواهد کرد این دستور از انگلیس و اسرائیل رسیده یعنی دنبال بهانه چند وقت پیشم گفتم مثلا لب مرز خدافرین نشسته طرف آوردن پلو خدافرین مرز ما جوم جانه آوردن سوره فت داره انا فتح داره میخونه از قرآن ان فتحنا لک فتحا مبینا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انا فتحنا لك فتحا مبینا کار شومنبازی که ایران رو تحریک کنه هر دشمنی ما با این انجام بدیم اینو بدونیم مردم اونجا شستش مغزی داده شدن اونا واقعا باورشون اینه که جمهوری آذربایجان و آذربایجان ایران یک کشور بودن روسیه بالا رو گرفته بوده ایران پایینو روسیه فروپاشیده پس داده در واقع شوروی پس این یک کشور شده ایران پس نمیده واقعا همچین توهمی تو ذهنشونه نمیدونن که اونجا مال ایران بوده روسیه از ما گرفته بوده خب این تو ذهن اینا تو بچگی تو مدرسه مدارس تو مخشون کردن مثل کاری که صدام صد خدمت عرض تو بکنم توی در مورد خوزستان ما انجام میداد اصلا هم جنگ هشت ساله ما میگن هشت ساله فا مقدس عراق ها میگن قادسیه نبرد قادسیه نبردی که برای اولین بار عراق اومدن ایران رو گرفتن 1400 سال پیش همدنی اسمو گذاشتن ماجرا فارس و عرب کردن اینجا هم دارن همین کار میکنن روی ترکای خود ما و آذری خود ما هم دارن کار میکنن اینجا ما نه تنها با آذری و ترک خودم صحبت نمی کنیم با اونا با اون که صحبت کنیم هیچ با خودمون هم صحبت نمی کنیم این توهماتی که از اون ور ساخته شده و این دروغ های تاریخی و عجیب غریبا یعنی میگم تو زبان شناسی کثافت کاری اینا کردن که واقعا صد تا استاد زبان شناسی در جایی که دنیا نمیتونن بیان اینا پاکسازی بکنن یک مزخرفات گفتن آدم میخونه کتابش واقعا شاخ در میاره که این حجم از دروغ دروغ سازی خب امثال برند و شیفر این آدم هایی هن که افسر رسمی موساد سالها مشاور الهام علیف در اونجا به اینا مشاوره میداده کار میکرده این برنامه اینا فکر میکنم حداقل تا مدت زیادی عقب افتاد یا با یه دوزه کمتری یا با یه فشار و اندازه کمتری در واقع اجرا بشه خب جای دیگه بود اگر شما مثلا میدید یه حوادث طبیعی بعضا رخ میداد که مثل زلزله کرمانشاه خب که میگفتن آقا کار سپاهه برای چی میگفتن این زین برند و ظرف مزخرفات میگم مثلا سیل میاره اینا چیکار میکنه صف دیگه خداست خب اگر از این سلاح های چیزی باشه که دشمن داره هارپ داره خب آمریکایی‌ها دارن و روسا حالا مدل خیلی زمخت و گلدرشترش دارن خب این چرا اگر مثلا هارپ ها این مثلا نی بود هر سم نیست هستا من اصلا میگم باید یا کار علمی سنگین صورت بگیره روش بعد بتونیم راجبش قضاوت بکنیم و این در سطح چهار تا مؤسسه امسال ما نیستش ده. باید شورای عالی امنیت ملی بیاد وسط و کشورها درخواست جهانی بدن کمیته حقیقت یاب مشخص بشه راجع این مسئله خب برای چی میگفتن برای اینکه بعضی از اینا اتفاقات عجیب یه جوری میشد که به نفع مردم ایران میشد ببین دقت بفرمایید گفتن لابه کار خودشونه این همونی که میگه من کانال الله کان الله, الله. هر کی با خدا باشه خدا با اونه جالب بدونید ما در همین ماجر ادله بارها با روسا درگیر شدیم میگفتیم که ما شرکت نمی کنیم گفتم ما بریم ادله و آزاد کنیم ما میگفتیم گفتیم نه اینا دیگه چون چگالیشون بالاست شما هر گلوله بزنید اینجا زن و بچه دارن زندگی میکنن ایران وارد نمیشود خب اما اصلا الان اتفاق افتاد خیلی درد آور من دارم بازم تاکید میکنم این زن و بچه رو اینجوری آدم میبینه اما دقیقاً تو همون مرز همونجا این اتفاق افتاده که اثرات سیاسی یا نه فقط منطقی یا کشوری و منطقی بلکه جهانی داره ببینید عزیزان دولت اردوغان جنایت های زیادی در حق مردم منطقه کرده جنایت به معنی واقعی کلمه این آدم اولا بدونید فروماسونره خب دوما اینها هم این هم علیف اساسا از بیخ و بنیان اینا حتی از نظر نسبی هم چه بسا رفتی به ترکا ندارن یکیشون اهل گرجستان و یکی اصلا کرمانج کرده خب مونتا صهیونیسم جهانی رو خواسته مردم ترکیه در آستانه ی انقلاب بودن اینا یک اسم مثل آوردن سر کار با پوز ضد اسرائیلی خاطرتون هست چه پوزو میداد جلو شیمون پرز بلند شد اجلاس داووس و ریخ به هم بعد چی شد رفت دست داد با بر ارتباطات برقرار کرد یعنی اون سوپاپ اطمینانی عمل کردیم بخار و این فشار و این گاز این مردم همینجوری گرفت ترکیه یارم با طرح گف ریت آناتولی پروژه پروژه آناتولی بزرگ بیش از 100 تا 100 دو آب بند بر روی دجله و فرات و مدیریت آب منطقه در اصلا شرکت های اسرائیلی می کار میکردن دجله و فرات رو خشک کرد صرفه ها خون دلی که مردم خوزستان ما و عراقی از ریزگرد و قبار چی شد یه های زیاد شد این حجم آب و گرفت رودخونه ها کم آب شدن کنار رودخونه ها خوش شد باد میزد دیگه خاکو بلند کرد خب پوشش گیاهی از بین رفت جنایت های فراوان و عظیمی انجام داد این در واقع این اردوغان و حقیقتا اگه از من نه الان سال ها پیش سر ماجرا که این جلوش مپرز وایستاد یه سری از این دانشجوها جمع شدن میخواستن یه تقدیرنامی فکس کنن برای سفارت ترکیه اون موقع من دانشجو شاهرو بودم بعد من همون موقع گفتم بابا این باور نکنید استاد این اربکان که اسلام، استاد این اسلام بود یکی از دوستان اردوغان برای من تعریف کرده بود ایران که اینا با هم کلاس بودن هم کلاس که یعنی هم رفیق بودن هر دو تا شاگرد مرحوم اربکان بودن او به من گفت اون کلیپو ایشون به من نشون داد خب میگفت شما این منافقو نمیشناسید

görev aldı. Uşa muavin oldu. Ondan sonra ikinci sıraya geçen lütfen gitti HSBC merkezinde Amerika'da Yahudi lobisinden cesaret madalyası aldı. Bak orada görüyorsun madalyayı. Ne büyük şeref. Ne büyük şeref. Duruşun manasını seziyor musun? Nasıl duruyor? Sonra ne yaptı? aynı gün gitti John Üniversitesi'ne kendisine Fahri Doktorluk ünvanı verdiler ve bu ünvan esnasında kendisine yeni gömleğini giydirdiler. İşte yeni gömlek bu. Bu gömleğin adı ne biliyor musun? Tayyo 2. Tayyo 2 gömleği. و گمله ای گیده تا یا ای که گمله اینی ملی گرشت گمله اینی یرنه بخورده این یعنی دیگه دیدیدیم گرسیده به او گرسیده بیشتر اینی بود یعنی گمله بو. یعنی داره میگه ما نمیگیم خب جنایت های عجیب قریب انجام داده و این بخشیشه یعنی ادامه دار خواهد بود، خوب. یعنی بعدش وارد آذربایجان اینا قرار بود بشن جنگ اونجا درست بکنن بعد ایران رو درگیر بکنن ایرانی که تاکید میکنم قبلش درگیر شده با خدمت رو عرض کنم مثلا با طالبان با کرد خاطر کشور الحمدلله ایران سه تا بحران رو تونست رد بکنی سه تا هر کدومش برای فروپاشی کشور کافی بود خب بتونه اینها رو رد بکنه و اینم یادم رفت بگم تو صحبتامون عملا چی شده استان ادلب که تکفیری نشینه میخورد به استان از اونجا مستقیم می آوردن اینا رو می بردن به جمهوری آذربایجان کیا رو با پرواز تکفیری ها فقط تو مرحله اول جنگ اخیر قره باغ هزار تا تکفیری بردن تو منطقه مستقر کردن فیلماشون هست دارن تکفیریایی که دیگه به زبان آذری دارن صحبت میکنن اصلا اونجا ما جریان تکفیر تو جمهوری آذربایجان شیعه از قضا سال همشون کمونیست بودن اصلا حتی شیعیانش هم شیعه خیلی تندو بگید مثلا خیلی افراطی هم نیستن خب خیلی مقدس نیست نه الان مقدس که افراطی واجد درستی نیست میخوام خب بگم یعنی تندرو نیستن خب مقدس نما بهتره خدمتتون عرض بکنم که اما الان دیگه شما مثلا رفتارهایی که مثلا سر میبره تو جنگ قره باغ مثلا اون ماجرون پیرمرد ارمنی و یا اون زنی که براشون سر بریدن خب این که از یه شیعه سر نمیزنه که این اتفاق این چرا چون مدل هایی بود که اون تکفیری ها آوردن تو اونجا و اونجا دارن چیکار میکنن دارن به ترک های اونجا میگن میگن آقا مذهب تشیع و مذهب فارساس مذهب ما ترکا نیست ما ترکا شیعه نیستیم در حالی که به حد حداقل این هر جا جواب بده تو آذربایجان نباید جواب بده چون همه میدونن صفوی ها نقش بسیار جدی در شیعه شدن ایران داشتن حکومت صفوی میگه من میگم میگم خدا رحمت کنه شاه اسماعیل خدا رحمت کنه شاه طهماسب خب خوب این آدم بزرگی بودن زحمت کشیدن برای ایران خب ما هم قدردانشون فارغ از ترک بودن فارس بودن چه اهمیتی داره اینا شما به شاه اسماعیل نگاه کنید بچاش همه اسم شاهنامه ای. اونا هویت ایرانی داشتن اون هویت ایرانی یعنی ما حق طلبیشون یعنی جوان مردیشون یعنی انسانیتشون همین الان زلزله ترکیه داره نشون میده دیگه شما ببینید فروشگاه رو غارت میکنن تو خوی به یه سوپرمارکت دست نزدن اینم ترکه اونم ترکه دیگه فرقشون تو چیه این با خوی اهل بیت بزرگ شده این ترک ایرانیه فرقش تو اینه عزیز این مرام و جنگ خدمت شما از چالدوران چال دوران خب بیرید ببینید چیه اینو گفتم ما مردونه باید به جنگیم صفوی ها. ها نه بارها دروغ گفتن خلفه ود خلف وعده کردن مکش رو به کار بردن گفتن آقا مردانه بیا شمشیر دست بگیر شمشیر دست بگیر مردانه بجنگیم تا آخرین قطره خون جنگیدن این اون خو و هویت ایرانیه بله فرق بین ایناست الان تعجب کردن فیلما داره میاد بیرون ریختن فروشگاه دارن قارت میکنن حلال و حروم و نمیدونم چه 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 نتیجه چیه تفاوت همین فرهنگ تفاوت تربیت تفاوت هویت ما افتخار میکنیم ما افتخار میکنیم ترک و کرد و لور و فارس و بلوچمون همه اون حالا همه اقوام کس اسبردم و نبردم همه شبیه هم فکر میکنیم یه فرهنگ داریم خب اونم چه اون اسلامی که به حقیقت نزدیکتر است اون اسلامی که با فطرت و اخلاق و انسانیت جورتر است ما طبق اون داریم زندگی میکنیم اینه که ما ایرانی ها رو این که ما ایرانی ها حق طلبیم اینی که کسی به ما ایرانی زور بگید کل دنیا نگاه کنید ببینید کی جرأت داره جلوی اسرائیل بایسته هر که هر جا دودی داره از آتش ماست به خاطر چی فکر می‌کنید به خاطر اون هویتی نمیتونید یه نفر ما امام حسین دی ای ما شده هی من نزله تو وجود ماست برام از این رفتار ما تو کشور خودمون به ندرت می‌بینیم نمیگم اصلا نیست هر جای ممکن انسانه خود درست تربیت نشده باشه اما عمومی به این شکل نیست این به خاطر چه به خاطر همین این همون خوی ایرانی همون هویت ایرانی که نمیخوام بشکننش و باید مراقبش بود باید... چجوری بگم دو دستی محکم بهش چسبید که کسی نتونه از ما بگیره و تو این دعواها این که پرچم آتیش میزنن این که توهین میکنن به رو میخوان هم، همین از همون بگیرن اینا همه باید تعصب داشته باشیم روش محکم بیستیم که اجازه ندیم دشمن ذره بهش چپ نگاه بکن